سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسین. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما بیننده های محترم برنامه هشتگ سوژه، میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت یکایک که شما بینندگان تبریک و تهنیت عرض می کنم. همینطور که می بینید، اگر تصویربردار محترم نشون بدن، صدها هزار نفر از زائران خودشون رو به کربلا رسوندن که شب در میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو تبریک بگن خدمت سید الشهدا علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. بله، تصاویری که میبینید از بین الحرمین هست و خیلی عظیم زائران خودشون رو به کربلا رسوندن برای زیارت شب جمعه سید الشهدا علیه السلام و عرض تبریک و تهنیت به حضرت ابا عبدالله علیه السلام. انشاءالله که قسمت و روزی شما بیننده های محترم بشه، به زودی خیلی زیاد فوق تصورتون مشرف بشید کربلا. بنده افتخار این رو دارم که نایب و زیاره شما باشم، دعاگوی شما باشم در کربلا، مخصوصا در این شب جمعه، در این زیارت خاص و در این ایام مقدس و نورانی. و عرض میکنم به کربلا خوش اومدید. فرض الحسن سنتی اسلامی است که اقتصاد را در خدمت عقیده می‌گیرد. فرض الحسن تجلی حاکمیت ارزش‌های اخلاقی و مبانی عقیدتی بر سودجویی‌های اقتصادی و ربوی است. فرض الحسن نوعی ایثار است که انواع پلیدی مانند استثماری که ربا ایجاد می‌کند را از بین می‌برد. آیه 20 سوره مزمل، آیه 254 سوره بقره، آیه 12 سوره مائده، آیه 17 سوره تغابن و آیه 18 سوره حدید همگی قرض الحسن را وام دادن به خدای متعال معرفی می کنند. و کدام مؤمن است که از وام دادن به خدا احساس تردید یا پشیمانی نماید؟ بیننده های محترم برنامه هشتگ سوژه، امروزه که جوامع اسلامی از انواع بحران ها و معضل های مختلفی مانند بالا بودن سن ازدواج و پیامدهای ناگوار آن رنج میبرند و تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی بلای خانمان سوز فقر را چنان سونامی میدانند که جوامع را رو به نابودی در می نوردد، در برنامه امشب از شما گرامیان میپرسم قرض الحسنه های کوچک فامیلی در حل بحران ازدواج و عبور از سونامی فقر چه تأثیری دارد؟ من مسعود بهنام هستم و تلویزیون امام حسین علیه السلام این فرصت رو در اختیار شما بیننده های محترم قرار میده که از هر جای این کره خاکی که هستید، با هر سن و سال و جنسیت و ملیت و مذهب و اعتقاد و باوری، با برنامه خودتون، برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد سوژه امشب با میلیون ها بیننده این رسانه و برنامه هشتگ سوژه در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی برنامه هشتگ سوژه رو روی صفحه تلویزیونتون می‌بینید. 20964 770 309 61 35 شماره برنامه هشتگ سوژه هست که از طریق تلفن و واتساب میتونید با ما در ارتباط باشید. بیننده هایی که از کشور ایران ما را همراهی میکنند، علاوه بر شماره برنامه، از طریق سامانه پیام کوتاه هم میتونند با ما در ارتباط باشند و اسمس ارسال کنند به سامانه 5011 40 70 و شناسه ما در اینستاگرام @سوژه است.
یا امام حسن مجتبی، ای کریم اهل بیت، امشب دعای مجیر هم به شوق تو فریاد میزند، تعالیت یا کریم. میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت یکایک که شما بیننده های محترم مجدداً تبریک و تهنیت عرض می کنم. جای شما واقعا خالی است در این شب جمعه در کربلا و ما نائب الزیاره و دعاگوی شما هستیم به امید اینکه به زودی مشرف بشید کربلا و از نزدیک زیارت کنید حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو. خدمت شما عرض کنم که مسئله قرض الحسنه درسته که یک اصل اصیل اسلامی هست و در آیات مختلفی از قرآن کریم به اون اشاره شده و تأکید شده به اهمیت اون. روایات بسیار زیادی داریم در باب قرض الحسنه و در ابتدای برنامه هم عرض کردم در آیاتی که ذکر شده و نام برده شده از قرض الحسنه، در تمامی این آیات قرض الحسنه رو وام دادن به خدا معرفی میکنن و ذکر میکنن. هرچند این یک اصل اسلامی هست، اما امروزه کشورهای مختلفی به این رو آوردند که اقتصاد خودشون رو از ربا دور کنند، خالی کنند از ربا به عناوین مختلفی که چند موردش رو انشاءالله امشب خدمتتون عرض میکنم. در کشورهای کفر، در کشورهای غیر اسلامی قرض الحسنه با عناوین مختلفی داره کار میشه و خدمت رسانی میکنن به کسانی که نمیتونن از وامهای با سود بالای بانکهای مختلف استفاده کنند. با عنوان مثال عرض کنم خدمتتون که در کشور آمریکا اعطای وام بدون بهره خاص مسلمانان ایجاد شده. سالیانی است که این امر در آمریکا هست و مؤسسه ها و بانک های مختلفی در این زمینه به مسلمانان خدمت رسانی می کنند. یک نمونش که حدود 3-4 سال قبل تأسیس شد در ایالت سیاتل آمریکا بود که شهردار سیاتل آمریکا با اعطای وام مطابق با شریعت اسلامی به مسلمانان این شهر برای خرید مسکن موافقت کرد. شهردار ایالت سیاتل آمریکا این گونه بیان کرد که ما برای توسعه و فراهم آوری تسهیلات جدید برای شهروندان مسلمانی که به دلیل مسلمان بودن از بسته های مالی و دریافت وام محروم مانده اند تلاش خواهیم کرد. که البته برخی دیگر از ایالت های آمریکا هم قبل از ایالت سیاتل این امر رو تأسیس کرده بودند، مثل شهر شیکاگو و بعضی از مؤسسات مالی و اعتباری آمریکا به اعطای وام طبق شریعت اسلامی مبادرت ورزیدند که در کشورهای دیگر هم نمونه هایی هست. این رو میخوام عرض کنم خدمتتون بیننده های محترم. حالا که در کشور ایران قرض الحسنه سابقه ای بیش از 50 سال داره، بیش از نیم قرن از تأسیس اولین قرض الحسنه به نام قرض الحسنه ذخیره جاوید در میدان خراسان تهران میگذره و پس از اون صدها و هزاران قرض الحسنه تأسیس شد و تشکیل شد و بسیاری از اونها به مشکلاتی برخوردند، به دلایلی که برنامه امشب ما موضوعش نیست که بخوایم واردش بشیم. امروزه که بسیاری از بانک ها وام هایی که اعطا می کنند ربوی هست و سودهای بسیار بالایی داره و به قدری سرسام آور هست که حتی تجار هم از گرفتن اونها ممانعت می ورزند، قادر به بازپرداخت اون مبلغ با اون سود و بهره نیستند. امروزه که چنین شرایطی حاکمه، بیایید به آموزه های اصیل اسلامی رو بیاریم. بیننده های محترم، قرض الحسنه کوچک فامیلی یک امر اسلامی است، یک دستور اسلامی است قرض الحسنه، و شما کسانی رو در فامیل خودتون دارید که متمکن هستند،
به قدری که بتونن بخشی از اموال خودشون رو در اختیار این قرض الحسنه فامیلی قرار بدن و در جمع فامیل خودشون یا جمع فامیل عهده‌دار این مسئولیت بشن، قرض الحسنه فامیلی تأسیس کنن و حداقلش اینه که مشکلات و بحران‌های اقتصادی خانواده‌های خودشون رو حل کنن. و این مسئله جدیدی نیست. در برخی از شهرهای ایران خود من سراغ دارم خانواده هایی که با تشکیل و تأسیس قرض الحسنه های کوچک فامیلی بسیاری از مشکلات مالی فامیل خودشون و جمع بستگان و خویشاوندان خودشون رو حل کردند. این مسئله جدیدی نیست. اتفاقا این رو حالا من توی پرانتز عرض کنم بیننده های محترم، خوبه خدمت شما عرض کنم و با سوژه امشبمون هم مطابقت داره. دیروز من مهمونی داشتم، تماس داریم؟ سلام میکنم با آقای عزیز که از تهران با ما هستند. عزیز سلام و ادب، شب بخیر و خسته نباشید و آرزوی قبولی تاهات و عبادت خدمت شما و همه همکاران عزیزتون. متشکرم آقای عزیز، بزرگواری تاعت عبادات شما هم قبول باشه. بفرمایید در مورد اینکه قرض الحسنه های کوچک فامیلی در حل بحران ازدواج و مشکلات فقر خانواده ها چه تأثیری میتونن داشته باشن، بفرمایید نظرتون رو میشنویم. عرض به حضورتون که این چیزها تأثیر بسیار بسزایی داره، هرچند که قدم ها خیلی شاید کوچک باشه، اما وقتی بزرگای فامیل جمع میشن دور هم، یه هیئتی یا به اسم هیئت یه مجمعی رو تشکیل میدن، هر کدوم یه پول خیلی کوچیکی هم که شده روی هم میذارن جمع میشه به صورت ماهانه و میتونه کمک خیلی بزرگی باشه به جوانا تو این دوره زمانی که انقدر گرونی زیاد شده و انقدر مسائل بحران جامعه انقدر زیاد هستش که واقعا جوانا ترس و وحشت خیلی زیادی دارن از این پول وحشتناک ازدواج. احسنتم. و این مسئله قرض الحسنه خیلی کمک بزرگی میتونه باشه، میگم شاید کارهای خیلی کوچیکی باشه برای هر کسی، اما جمع شدن اینا میتونه کمک خیلی بزرگی باشه و خیلی مشکلاتشون رو حل کنه و برای راه انداختن یه زندگی خیلی ساده و کوچیک و یه ازدواج ساده خیلی کمک بزرگی میتونه باشه. احسنتم. کارگردان برنامه به من اطلاع دادن که شما در این زمینه تجربه شخصی دارید، اگر امکان داره برای بیننده ها بیشتر توضیح بدید. از خدمتتون نمیخواستم بگم که ریا هم نشه، بزرگوارید، یقینا راه گشا خواهد بود برای بیننده های ما. سلامت باشید. تجربه هایی که ما داریم دو تا یا سه تا خیریه هستش که در تهران هستش. ما میشه فعالیت خیلی کوچیکی داریم، البته دوستای دیگه هستن از تهران که همه فعالیت دارن، همکاری میکنن، جزء دارن و با همین کارهای کوچیک و قدم کوچیک و جمع شدن اینا کارهای بسیار بزرگی کردیم. قبل از ماه مبارک رمضان همین مسائلی که جمع کردیم یه دسته های آجوغه شد برای خانواده های کم درآمدی که در طول سال شاید نمیتونستن گوشت بگیرن یا برنج بگیرن، یه دسته برشون تهیه شد و همینطور پکیج های ازدواج. دوستانی هم بودن که وقتی این حرکت ها رو میدیدن بسیار مایل بودن حالا به صورت پراکنده این طرف اون طرف جمع بشن و یه جهیزیه ای بدن. احسنتم. این از فعالیت خیریه. بله، در فامیل خودتون آقای عزیز، شما در فامیل خودتون قرض الحسنه فامیلی دارید؟ قرض الحسنه فامیلی به اون که رسمی باشه نداریم، اما به داخل زمانای اطراف که میخوان ازدواج رو کنن به صورت نامحسوس هست، البته نه به صورت اونجوری علنی که توی قسمت فامیلی هم حفظ آبروشون داشته باشیم. یه کمکی از اطراف میشه برای جمع شدن وسایلی، بتونن بخرن یخچالی، اجاق‌گازی، بتونن هر کدوم از فامیل به عنوان هدیه پولی جمع میکنن و یه این هم پیشنهاد خیلی خوبی هست به اون خانواده که بتونن این زندگیشون رو شروع کنن. احسنتم. تشکر میکنم از آقای عزیز که از تهران با ما بودن و از تجارب خودشون برامون گفتن و نظرشون رو فرمودن. پیشنهاد این بیننده محترم از تهران قابل تأمل هست. بیننده ها،
فامیل دور هم جمع بشن. وقتی که جوانی قصد ازدواج داره، اگر مشکل مالی داره، یا خانواده دختر اگر برای تهیه جهیزیه مشکل دارن، طبق پیشنهادی که این بیننده محترم از تهران دادن و خودشون در فامیل خودشون این کار رو انجام میدن، فامیل دور هم جمع بشن و حالا به طور نامحسوس که مشخص نشه که چه کسی چه مقداری پول گذاشته به عنوان هدیه، هر کسی هر مقداری که در توانش هست میگذاره و برای جهیزیه اون دختر یا اقداماتی که پسر میخواد انجام بده برای ازدواج پول جمع میکنن یا وسایل و امکاناتی میخرن و در اختیارشون قرار میدن. و در این زمینه بیننده های محترم، نقش بزرگترهای فامیل بسیار بسیار مؤثره، هم بزرگترهای فامیل هم متمکنین فامیل. این بخش رو میخواستم عرض کنم که تماس اومد. دیروز من مهمونی داشتم که از تجاربش وقتی داشت صحبت میکرد به یکی دو نکته اشاره کرد که در فامیل خودشون، حالا اسم نمیبرم، نیازی نیست اسم ببرم، که از کدام شهر بودن، از ایران بودن، گفتن که ما در فامیل خودمون قرض الحسنه فامیلی داریم، تشکیل دادیم و تمام جوانهای فامیلمون به واسطه همین قرض الحسنه فامیلی تونستن ازدواج کنن. هم آبروشون حفظ میشه، هم عزت و کرامت انسانیشون حفظ میشه، هم افراد بیشتری از خانواده ها در این امر خیر سهیم میشن. اگر فرد متمکنی که در اون فامیل هست مبلغ بسزایی و بیشتری بتونه کمک کنه، اما در قرض الحسنه افراد بیشتری میتونن با مبالغی کم خودشون در قرض الحسنه سهیم باشن. و اینطور نیست که قرض الحسنه کوچک فامیلی نتونه بار ازدواج جوانان فامیل رو برداره. همین مهمونی که من دیروز داشتم در توضیحاتی که میداد اشاره کرد، حتی مبالغش رو هم ذکر کرد که چه مبالغ وامی در این قرض الحسنه فامیلی پرداخت میشه. سالیان سال هست، نه جایی ثبت شده، نه به رسمیت مراکز دولتی و نمیدونم بانک مرکزی و هیچ کاری نیاز نیست، فقط تحت اشراف خود فامیل، بزرگترهای فامیل هست. اقساطش در مهمونی ها و دور همی های فامیلی پرداخت میشه. این شخص میگفت که ما سالیان سال هست، بیش از 10 سال ایشون گفت که ما قرض الحسنه فامیلی داریم، بسیاری از مشکلات جوانان فامیل و حتی بزرگترهای فامیل توسط همین قرض الحسنه فامیلی حل شده، با قرض دادن به خدا. قرض الحسنه قرض دادن به خدا هست. و ایشون میگفت که کسانی که عضو این قرض الحسنه هستن از فامیل ما، به قدری برکت به مالشون میاد، به قدری نتیجه این کار خیر خودشون رو دیدند که اصلا زبان زد خاص و عام شده و خیلی از آشناها و دوستان و غریبه ها تقاضا میان میکنن که عضو این قرض الحسنه فامیلی بشن. و چون در همون توافق ابتداییشون بنا نداشتن که کسی رو وارد کنن، پیشنهاد میکنن که خود اون افراد برن و قرض الحسنه تشکیل بدن. در این زمینه باز هم با شما صحبت میکنم. تماس داریم، آقای جلیل از تهران هستن، سلام میکنم به شما. عرض سلام دارم خدمت شما. سلام بر شما، متشکرم آقای جلیل. قرض الحسن متشکرم، نماز روزه های شما هم قبول باشه. بفرمایید که قرض الحسنه های کوچک فامیلی در حل بحران ازدواج در فامیل چه نقشی و چه تأثیری میتونن داشته باشن؟ مطمئنن و مسلمن نقشی بسیار خوبی داشته، تا الان که بالاخره ما الان توی فامیل جمعی از بزرگتر و خیرین جمع میشن، بله. ماهانه مبلغی رو کنار میگذارن، ماه به ماه یه مبلغ قابل توجهی جمع میشه، این رو در اختیار حالا هر ماه برای یک زوج قرار میدن. چون شما در این زمینه ظاهراً تجربه دارید، برای بیننده ها توضیح بدید که چه مبلغی قسط میدن اعضای فامیل و مبلغ وامی که میدید چقدر هست، چقدر تا الان راهگشا بوده برای افراد فامیلتون. در این زمینه توضیحاتی بدید اگر امکانش هست. ببینید
ببینید مسلما الان این حالا من چون در جریان چند تا از این جور وام های قرض الحسنه هستم، حالا از مبلغای 250,000 تومان بوده 500,000 تومان تا 1,000,000 تومان. حالا اعضا هم مثلا اعضای 30-40 نفری هستن که یه مبلغ قابل توجهی از 20,000,000 تومان شده که ماه به ماه جمع میشه تا مبلغ 40,000,000-50,000,000 که این مبلغای 40-50,000,000 کمک کرده که این زوجین تونستن حتی پول پیش برای وام خونهشون رو تهیه کنن، بتونن یه خونه‌ای بگیرن برای خودشون و زندگیشون رو شروع کنن. احسن کنم. چند سال هست که شما قرض الحسنه فامیلی دارید؟ من که سالیان سال انتظار داشتن، انتظار می‌کشیدن، می‌خواستن تشکیل خانواده بدن، نمی‌تونستن. اما با این که این مثلا دوستان باعث و بانی خیر شدن، الان تشکیل خانواده دارن و دارن به زندگیشون می‌کنن. احسنتم. آقای جلیل، چند سال هست که شما قرض الحسنه فامیلی دارید؟ ما تقریبا 5 ساله که تو این جریان شروع به کار کردیم و فعالیت داریم. بله، آماری در دستتون هست که از اعضای فامیل، جوانهای فامیل یا بزرگترها چه مشکلاتی تا الان به واسطه این قرض الحسنه فامیلی ازشون حل شده؟ چه در باب ازدواج، چه مشکلات دیگر؟ ببینید، حالا بالاخره مشکلات متعدد و زیاد هست متاسفانه، اما خب این وام کمک کرده که حالا دوستان تونستن، حالا یه در اونهایی که بخش زندگیشون به قولی به راه بوده، تشکیل خانواده دادن، زن و بچه داشتن، بله، اینها اومدن به توی بخش کسب و کار رو بردن، این سرمایه رو سرمایه گذاری کردن، یه فعالیت رو شروع کردن، خدا رو شد هم با عنایت اهل بیت پیشرفت داشتن، خوب بوده براشون، ماه به ماه هم اون چه که درآمد داشتن یه بخشی برای خودشون ارزش افزوده داشته، یه بخشی هم دوباره به این صندوق برگردوندن که برای بقیه دوستان بتونه باعث خیر بشه. احسنتم. الحمدلله تا دهان خیلی عالی بوده. الحمدلله. انشاءالله که بیش از پیش موفق باشید در این فعالیت‌های خیرخواهانه و نیکوکارانه و انسان دوستانه‌ای که دارید. دعاگو و نایب زیارتون هستیم در کربلا. خدا نگهدار شما. بله بیننده های محترم، همطور که دیدید و شنیدید، بیننده هایی که تا الان تماس گرفتن از تجارب خودشون گفتن که به حمد الله قرض الحسنه فامیلی دارند و مشکلات زیادی از جوانهای فامیلشون حل شده. شما هم تماس بگیرید اگر تجربه ای در این زمینه دارید، تماس بگیرید. اگر تجربه ای ندارید و با دیدن سوژه امشبمون تصمیم گرفتید که قرض الحسنه فامیلی داشته باشید، تماس بگیرید و از تصمیمتون بگید و نظرتون رو در این رابطه در موردش صحبت کنید. و عرض کردم میهمانی که دیروز داشتم، دوستی که به دیدن من اومده بود، توضیحاتی میداد از تجربه خودش. یک موردش رو عرض کردم از قرض الحسنه فامیلی، یک مورد دیگری هم گفت که واقعا جالبه و یقینا راهگشا خواهد بود. اگر تا الان تجربه نکردید، از همین الان میتونید این مورد رو هم تجربه کنید. ایشون میگفتن که ما علاوه بر قرض الحسنه ای که داریم و اعضایی که از فامیلمون عضو این قرض الحسنه هستند و اقساط خودشون رو پرداخت میکنند و به هر نحوی حالا قرعه کشی میشه چطوری هست و وام بهشون اعطا میشه، علاوه بر اون گفتن که در موقعیت های فوق العاده مثل ازدواج، مثل اینکه کسی ورشکسته بشه در فامیل، مثل اینکه کسی بیماری خدا نکرده براش پیش بیاد در فامیل، نیاز به عمل جراحی داشته باشه، در چنین موقعیت‌هایی ایشون میگفت که زن‌های فامیلمون جمع میشن، طلا و جواهرات خودشون رو، برخی از طلا و جواهرات خودشون رو میارن وسط، وزن میکنن و به عنوان قرض میدن به اون شخصی که براش مشکل پیش اومده، حالا یا مریض داره یا میخواد ازدواج کنه، و اون بنده خدا هم هر موقع که توانست همون مقدار طلایی که از هر شخصی گرفته بهش بر میگردونه. سلام میکنم با آقا رضا که از شیراز با ما هستن. سلام، حال شما خوبه؟ متشکرم، سلامت باشید، نماز روزهاتون قبول باشه. تبریک میگم میلاد با سعادت امام مجتبی. ممنونم، بر شما هم مبارک باشه این عید. آقای رضا بفرمایید، نظرتون رو میشنویم در مورد تأسیس قرض الحسنه های کوچک فامیلی. متشکرم لطفتون. ما یه تجربه خیلی خوبی داشتیم تو فامیل. الحمدلله. بزرگان
پولی رو کنار گذاشته بودن برای جوانایی که میخوان ازدواج بکنن، یا کسایی که حتی ازدواج کرده بودن و مشکلاتی داشتن، بله، یا از لحاظ بعضی بیماری بودن، بعضی مشکل داشتن. اینها در حال این چرخشی با ماهی مثلا 200,000 تومان 300,000 تومان، اینا مبلغ مثلا 10,000,000 تومان میتونستن ماهانه مثلا هر چند ماه یک بار گیرشون بیاد و خیلی از مشکلات دوستان فامیل حل شد. احسنتون. شاید آقای رضا بعضی از بیننده ها با شنیدن این مطالب بگن که وای چقدر دردسر داره، حالا اگر قسطش رو نداد، حالا اگر عقب افتاد، در این زمینه آیا شما که تجربه دارید آیا دردسری داشته، مشکلی پیش اومده برای کسی؟ ما که الحمدلله خیلی خوب پیش رفت، متحد بودن چون همه همدیگه رو میشناختن. بله. کسی غریبه پیش ما نبود، هر حال یه جوری بود که همه متحد بودن، وابستگی به خود افراد بود این صندوق. یه جوری بود که اگر مثلا کسی هم نمیتونست بده با شراح میومدن، ولی پرداختشو میکرد، شاید از دیرتر ولی پرداخت میکرد. الحمدلله هیچ مشکلی نداشت. پیشنهاد میکنم حتما این انجام بشه، واقعا انشاءالله درکات زیادی داره و ما ثمراتش دیدیم، چه افرادی که مشکلات مالیشون حل شد، مریض بودن مشکلشون حل شد، بعضی مخواستن طلاق بدن مشکل طلاق داشتن، بعضی مخواستن طلاقشون رو بفروشن و مشکلات این چنینی زیاد بود که الحمدلله با این صندوق الحمدلله برطرف شد. چند ساله که شما قرض الحسنه فامیلی دارید؟ ما تقریبا 5 ساله 5 سال هست و در همین مدت 5 سال این نمونه هایی که میگید واقعا خیلی زیباست که چقدر راهگشا بوده از اعضای فامیل. انشاءالله که بیش از پیش موفق باشید در این زمین. در کنار این من در کنار این من یه سوالی به ذهنم اومد، میخواستم از هستالی بپرسم. من چند روز پیش یک کلیپی دیدم که یه مقداری برام ایجاد سوال شد، میخواستم از شما سوال بکنم. از جهتی دفتر عطایت الله العظما سید صادق شیرازی. آقای رضا قبل از اینکه سوالتون رو مطرح کنید، من خواهش میکنم که سوالتون رو به اتاق فرمان مطرح کنید که وقت بیننده ها بیش از این گرفته نشه. بیننده های زیادی پشت خط هستن. تشکر میکنم از تماستون. سوالتون رو با اتاق فرمان مطرح کنید، انشاءالله به من بعد از برنامه اطلاع میدن. تشکر میکنم از آقای رضا که از شیراز بودن و ایشون هم تجربه قرض الحسنه فامیلی دارن. الحمدلله، الحمدلله که افراد زیادی هستند که با تأسیس قرض الحسنه فامیلی مشکلات اعضای فامیل خودشون، خیشان و بستگان خودشون رو تا الان حل کردن. اگر شما در فامیل و بستگان خودتون قرض الحسنه فامیلی ندارید، همین الان اقدام کنید. یقیناً راه گشا خواهد بود، یقیناً بی درد سر خواهد بود. دیدید که این بیننده که از شیراز بودن گفتن که چون اعضای فامیل همه همدیگر رو میشناسن، اگر هم کسی به دلایلی نتونه قسطش عقب بیفته، مشکلی براش پیش بیاد، اعضای فامیل باهاش کنار میان، باهاش راه میان، همدیگر رو میشناسن. اینطور نیست که کسی اختلاس بکنه بره دیگه ناپدید بشه. همه فامیل هستن، از گوشت و خون هم هستن و یقیناً هیچ گونه مشکل و دردسری در این زمینه پیش نخواهد آمد. اگر تا الان در این زمینه فکری نکردید، تصمیمش رو بگیرید و در همین نیمه ماه مبارک رمضان که میلاد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام هست، انشاءالله به فال نیک بگیرید و تأسیس کنید قرض الحسنه فامیلی رو. و خوشحال میشم که اگر همین الان نیت کردید تماس بگیرید و به بیننده های برنامه هشتگ سوژه هم این نوید رو بدید. بله، عرض کردم که در کشور آمریکا چگونه است برای اعطای وام بدون بهره، وام قرض الحسنه به شهروندان مسلمان. در برخی بانک های اروپایی هم میبینیم که آماری ازشون صادر میشه که تسهیلات وام میدن بدون بهره، بدون ربا، مثل یک بانک اروپایی در نروژ که میتونید سرچ کنید این تک تک مواردی رو که عرض میکنم، میتونید سرچ کنید و ببینید که در کشورهای کفر چگونه دارن قوانین اسلام رو رعایت میکنن و ازش لذت میبرن.
و خدمت میکنن به شهروندان خودشون در این زمینه. بله، در کشور آلمان هم بانکی به نام GLS اومد و برای کسانی که بیکار بودن یا کم درآمد بودن و نمی توانستن از تسهیلات وامی با بهره های زیاد استفاده کنند، طبق شریعت اسلامی اومد و وام های بدون بهره و بدون ربا به اینها اعطا کرد، که مطلب در این زمینه و این نوع بانک خاص بسیار زیاد هست، که در سال 1974 بانک GLS به عنوان بانکی اخلاقی و انسانی در شهر بوخوم آلمان بنیان گذاشته شد. این بانک با سابقه بیش از 30 ساله تا الان داره فعالیت میکنه و وام میده بدون بهره، که بله عرض کردم مطلب در این زمینه زیاد هست. وقت برنامه به من اجازه نمیده که حتی سخنگوی مطبوعاتی این بانک مطالبی رو بیان کرده که واقعا جالبه. یکی از جمله های ایشون رو من میخونم براتون. ایشون میگه که این پروژه از نظر مالی برای ما فایده و سودی ندارد، اما ما این ایده را مفید میدانیم، چون این یک نوآوری است که پیش از هر چیز میتواند راه حلی برای معضل بیکاری ما در آلمان باشد. بانک ما در دادن وام‌های کوچک به بیکاران به سود بالایی دست پیدا نمی‌کند، اما این اقدام خیرخواهانه با ساختار و هدف‌های بانک ما هماهنگی دارد، چون این یک بانک انسان دوستانه است. بله، کشورهای دیگری هم هستند که در این زمینه پیش قدم شدند و در بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی اعتباری خودشون وام‌های بدون بهره و بدون ربا میدن. حتی در کشورهای آسیایی مثل بنگلادش چنین بانک‌هایی فعال هستند. در کشورهای مختلفی، بله، آمار نشون میده که در کشورهای مختلفی بانک‌ها شروع کردن به پرداخت و اعطای وام بدون بهره و حذف کردن ربا از سیستم بانکیشون. سلام می‌کنم به آقای جعفر که از مشهد مقدس با ما هستن. سلام علیکم. سلام، وقتتون بخیر، طاعت عباداتتون قبول باشه انشالله آقا جعفر. ارادت داریم همچنین طاعت عبادت شما. دوستان خسته نباشید، خدا قوت. متشکرم، سلامت باشید. آقای جعفر، قرض الحسن این کوچک فامیلی به نظر شما چه تأثیری در حل بحران ازدواج جوانهای فامیل میتونه داشته باشه؟ خدمت شما عرض کنم، خود همین امر قرض الحسنه که حتی در قرآن شریف روایت هایی که داریم بسیار برکات زیاده. بله. و این برکات شامل حال طرفینه، هم این وحد خدا به اجر معجزیش و هم اون بند خدایی که مشکلی داره. احسنتون. اگرش حالی مولاتش با قول معروف روحی خفته لشکرش معجزیش، و اما بابت این که میگید خواهی دوستا بسیار مادر از خانواده ها هستن، دوستا هستن، بعضی هستن که میشنم شاید تحرستان صندوق قرض الحسنه ای دارن خانوادگی که استفاده های بسیار خوبی شده. آقا جعفر، خودتون در فامیل خودتون قرض الحسنه این فامیلی دارید؟ البته تو فامیل خودمون نیست، همه فامیل خودتون نیست، من از این شخصانی هست که این کار برقراره، 50 یا 60 خانواده هستن که در این امر مشترکن و حالا چی و ماهانه میشه بعضی وقتا که امورات اینا بند خدا حالا بعضی وقتا جده بمانی که مثلا نیازمند بوده لازم داشته، باز خودش مرحله بعدی و الحمدلله خیلی خوب. همین رو میخواستم عرض کنم، چیزی که شما از نزدیک دیدید از نتایج و آثار و برکات این قرض الحسنه این فامیلی برای بیننده ها بفرمایید. حتی برای خودم موارد پیش اومده که خب دیگه ببینیم یه روز هست یه روز بالاخره مشکل میشه زندگی. بله. امورات سخت‌تر میشه. الحمدلله تو مواقعی که ما مشکل داشتم خیلی استفاده کردم از این جریان
و هنوز هم ادامه دارم میدم. هر سری هم مثلا بعد از این مبالغش رو بالاتر میکنن. خب واقعا وضعیت اقتصادی الان که فرق کرده، گرانی خیلی بیشتر شده، همین مبالغ باز بالاتر رفته که بتونی گره از کار مردم باز کنه انشاءالله. انشاءالله. تشکر میکنم از آقای جعفر که از مشهد مقدس با ما بودن و نظرشون رو بیان کردن. در کامنت هایی که در اینستاگرام بنده شما بیننده های محترم ارسال کرده بودید و میخوندم قبل از برنامه، بیننده ای نوشته بودند که آقا این قرض الحسنه فامیلی خیلی خوبه، اما وقتی من نیاز دارم که به من اعطا نمیشه، که یا قرعه کشی داره یا نوبت بندیه، یه طوری هست که من همون لحظه نیازم به وام نیاز دارم، برای این چه کار کنم؟ عرض کنم که تجارب نشون داده، هم بیننده های محترم در تماس هاشون فرمودن، هم تجربه نشون داده و من از نزدیک بسیار دیدم چنین مواقعی در فامیل. بابا همه همدیگه رو میشناسن، میدونن برای پسر عموشون مشکل پیش اومده، برای دختر خالشون مشکل پیش اومده، همه فامیل هستن، چنین مواقعی میان و جلسه اضطراری تشکیل میدن و میگن که دختر فلانی، پسر فلانی نیاز به پول داره و بیایم و وام این ماه رو بدون قرعه کشی با توافق همه فامیل به ایشون اعطا کنیم. این یکی از راه هاشه. راه های مختلف دیگری هم داره و یقیناً راه گشا خواهد بود و انشاءالله که شما هم اگر تا کنون اقدام نکردید، از همین الان اقدام کنید و تأسیس کنید قرض الحسنه فامیلی. آقای صالح از مشهد نظر خودشون رو به صورت وایس برای ما ارسال کردن که با هم میشنویم. سلام علیکم. سن نقای قرض الحسنه فامیلی مثل یه تیغ دولب عمل میکنه. اگه درست و به جایش استفاده بشه میتونه خیلی از مشکلات رو حل کنه و فقر رو از بین ببره، برای کسب و کار، برای تجارت، برای رزق و روزی، طلب رزق و روزی اینا. اما بعضی وقتا هم استفاده میشه که خیلی وقتا هم اینطوری استفاده میشه که برای چشم و همچشم و خریدای بی خود و مبلمان و وسایل غیر ضروری منزل استفاده میشه، یه باری بر دوش مرد خانواده میذاره و باعث میشه که خانواده رو زیر بار قرض و بدهی ببره که این خیلی بده. اما به نظر من از این لحاظ که سودی بهش تعلق نمیگیره، به قرض الحسنه قرض الحسنه رو احیا میکنه، شیوه بسیار خوبی برای استفاده خانواده هست. تشکر از برنامه خوبتون. ممنونم. آقای صالح از مشهد نظرشون رو به صورت وایس ارسال کردن، تشکر میکنم از ایشون. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که در شام میلاد ایشون هستیم، ببینید که چه میفرمایند. حضرت میفرمایند که در وقتی که از ایشون در مورد کرم سوال شد که کرم چیست، امام حسن مجتبی که کریم اهل بیت معروف هستند و اخلاق کریمانه ایشون زبانزد خاص و عام هست، امام حسن مجتبی که دو مرتبه در کل عمرشون دو مرتبه کل سرمایه، دارایی و مایملک خودشون رو کامل به فقرا و نیازمندان دادن، در همون 10 سالی که زمامدار اسلامی بودند، و 3 مرتبه کل داراییشون رو به صورت دقیق نیم کردن و نصف از داراییشون رو به فقرا و مستمندان و نیازمندان دادند. از امام حسن پرسیده شد که کرم چیه؟ امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند که آغاز به بخشش نمودن پیش از درخواست. جانم به فدایت یا کریم اهل بیت. آقای متمکن، آقایی که در فامیل به عنوان متمکن دیده میشید، نسبت به بقیه اعضای فامیل خودتون یک قدری اوضاع مالیتون الحمدلله بهتر هست، کرم داشته باشید و قبل از اینکه فامیلتون دست نیاز به سوی شما دراز کنند، به اونها بخشش کنید، به اونها قرض بدید، وام بدید، کمکشون کنید. سلام میکنم به آقای عباس که از شهر مقدس کربلا با ما هستن. آقای عباس صدای من رو دارید؟
کارگردان و من اطلاع بدید که تماس وصل شده یا نه. آقای عباس از کربلا صدای من رو دارید؟ ظاهراً تماس وصل نشده. به محض اینکه وصل شد به استودیو به من اطلاع بدید آقای کارگردان. این از مسئله کرم. اما مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرمایند سخاوت محبت آور و زینت اخلاق است. آقایان سخاوتمند فامیل، در این زمینه دست همت بالا بزنید، قرض الحسنه فامیلی تشکیل بدید و جوانان فامیل خودتون رو دریابید. اجازه ندید که در فامیل شما جوانی باشه که به واسطه مشکلات مالی نتونه ازدواج کنه. به خدا قسم شما مسئولید، مخصوصا در قبال نزدیکان خودتون، فامیل خودتون، رحم خودتون مسئولید. رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزدیک است. سلام میکنم به آقای عباس که از کربلا با ما هستن. سلام علیکم. سلام بر شما، وقتتون بخیر، طاعت عباداتتون قبول باشه انشاءالله. متشکرم از شما هستن. بزرگوارید. آقای عباس، کارگردان به من اطلاع دادن که شما در زمینه قرض الحسنه فامیلی فعالیت میکنید. از تجاربتون بگید و اینکه قرض الحسنه فامیلی چه نقشی میتونه برای حل بحران ازدواج و دیگر مشکلات در فامیل داشته باشه. بله، بنده چند سال تجربه قرض الحسنه دارم و در زمینه ازدواج میتونم بگم که به راحتی در این زمینه میشه کار کرد. این دلیلی که هم افراد مورد شناس هستن و مورد سفری افراد که در صندوق کار میکنن و از طرفی هم کاغذ های بانکی نیست و براحتی با مبادق خوب و بدون سود و بهره میشه کار ازدواج زوجهای جوان رو براحتی انجام داد. احسنتم. چند سال هست که شما در این زمینه فعالیت میکنید؟ حدود 10 سال حداقل. 10 سال، خدا توفیقتون بده انشاءالله. روایتی رو خوندم از امیرالمؤمنین که میفرمایند سخاوت محبت آوره. دید فامیل نسبت به شما در طول این 10 سال چه تغییری کرده؟ آیا بهتر شده دیدشون با خدماتی که انجام میدید، با این قرض الحسنه ای که دارید؟ بله، یقینا همینجوره. به لطفی که اهل مکرمتونستیم و خدماتی از طریق صندوق به اطرافیان و فامیل داشته باشیم، خب همه میبینن که به این وسیله میتونن به راحتی و بدون مشکلات روزمره به اون مبلغ و اون وام که نیازمندن دست پیدا بکنن، مشکلاتشون حل بشه. طبیعتا خب نظر لطف دارن و طبیعتا از لحاظ ارتباطات هم این کار بیشتر جواب میده. احسنتم. در خاطرتون هست که در طول این 10 سال چقدر جوانهای فامیل تونستن ازدواج کنن به واسطه قرض الحسنه فامیلی؟ تعداد که زیاده، حالا مد نظر چون مدت کاری ما طولانی هست، ولی حدوداً در ماه حداقل 2 الی 3 مورد داشتیم. ماشاءالله ماشاءالله، جمعیت فامیلتون الحمدلله زیاد هست. ماهی 2-3 جوان به واسطه قرض الحسنه فامیلی شما ازدواج میکنن. الحمدلله، درود بر شما. احسنتم احسنتم. تشکر میکنم از آقای عباس که از شهر مقدس کربلا تماس گرفتن و از تجربیات خودشون که در قرض الحسنه فامیلی دارن برای ما و بیننده ها توضیح دادن. چقدر زیباست فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، سخاوت محبت آور است. بیننده های محترم، آقایان و خانم های متمکنی که میتونید مبلغی از مال خودتون رو به عنوان سرمایه قرار بدید برای جوانای فامیل خودتون، دریغ نکنید. یقیناً به فرمایش اهل بیت علیهم السلام یقین داشته باشید، محبت شما در بین فامیل بیشتر خواهد شد. خدا محبت شما رو در دل اعضای فامیل خواهد انداخت و در این زمینه یقیناً بسیار بسیار راهگشا خواهید بود شما.
رسول خدا میفرمایند سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزدیک است. خوش به حال شما که سخاوتمندید، خوش به حال شما که تصمیم گرفتید بخشی از مال خودتون رو در قرض الحسنه فامیلی قرار بدید و کمک کنید به جوانان فامیل خودتون. و امام صادق علیه السلام می‌فرمایند سخاوت آن است که بی درخواست انجام شود. به غیر از مسئله قرض الحسنه فامیلی، ثروتمندان فامیل، متمکنین فامیل، اغنیای فامیل که انشاءالله خدا از جود و کرم خودش به حق امام حسن مجتبی علیه السلام بیشتر بهتون بده انشاءالله، انشاءالله در این زمینه فعالیت کنید و بدون درخواست کمک کنید به فامیل خودتون. امام صادق می‌فرمایند سخاوت آن است که بی درخواست انجام شود. چه فرمایش زیبایی از حضرت امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که خیلی جالبه بیننده ها، سخاوتمند از غذای مردم می‌خورد تا مردم از غذای او بخورند، اما بخیل از غذای مردم نمی‌خورد تا آنها نیز از غذای او نخورند. به طرف گفتن که چرا مهمونی نمیری؟ همین روایت دیگه. گفت آخه مهمونی برم بعد باید، اما خوش به حال شما بیننده محترم که سخاوتمند هستید، خوش به حال شما که به صله رحم، تحت عنوان صله رحم در این ماه مبارک رمضان سفره افطاری پهن میکنید و فامیل رو دور هم جمع میکنید و خودتون هم به منازل فامیل میرید. بزرگترهای فامیل در این زمینه خیلی میتونن مؤثر باشن. وقتی که یک زوج جوانی ببینن که ریش سفید فامیل اومده منزل اونها، خیر و برکت با خودش آورده تو این خونه. تماس داریم؟ سرکار خانم هاجر از برازجان نظرشون رو به صورت وایس ارسال کردن که با هم میشنن. سلام، شب بخیر، طاعات عباداتتون قبول و درگاه حق تعالی باشه. تولد امام حسن مجتبی را به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. این صندوق قرض الحسنه خانوادگی واقعا خیلی چیز خوبی، اگه آدم بتونه این کار را ادامه بده. الان من بعضی از دوستانم سراغ داریم اینکه این کار را انجام میدن، مقدار پولی از حقوق ماهانه‌شون را در این صندوق قرض الحسنه قرار میدن در یه نفر معتبر. بعد هر کی نیاز داشته باشه میاد اون پول رو برمیداره، بعد ماهانه برمیگردن یا اگه تونست در جا برمیگردنه این پول را، واقعا برای ازدواجشون یا مشکلی مثلا برایشون پیش بیا، یکی از وسایل مثلا برقیشون خراب میشه یا مشکل مریضی داشته باشن، از اون استفاده میکنن. واقعا خیلی خوبه اگه همه بتونن این کار را انجام بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول خدا فرمودند در شب معراج بر روی درب بهشت دیدم نوشته شده صدقه 10 برابر پاداش دارد و قرض الحسنه 18 برابر. تا فردا شب ساعت 23 به وقت تهران. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.